سلام به همه دوستان عزیزم و دنبال کنندگان کانال پادکست راز. کتابی رو که امروز براتون در نظر گرفتم کتاب عادت‌های اتمی یا همون خورده عادت هاست، اثر جیمز کلیر. به نظر من این کتاب یکی از بهترین کتاب‌هایی که من تا به حال خوندم. اگر مشتاقید که کتاب عادت‌های اتمی رو بشنوید و دنبال کنید، در ادامه پادکست با من همراه باشید. اگر کانال من رو سابسکرایب ندارید، لطفاً سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، به خاطر اینکه با لایک کردن ویدیوها و شیر کردن اونها برای دوستانتون و حتی کامنت گذاشتن باعث میشه کانال من بهتر دیده بشه و در اختیار اشخاص بیشتری قرار بگیره. پس اگر سابسکرایب ندارید لطفاً سابسکرایب کنید و اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. تغییرات کوچک نتایج قابل توجه عادت‌های اتمی. روشی آسان و ثابت شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد. مقدمه. داستان من. در آخرین روز سال دوم دبیرستان چوب بیسبال به صورتم برخورد کرد. وقتی همکلاسیم یک تاب کامل را انجام داد، چوب از دستش خارج شد و مستقیم به صورت من برخورد کرد. من از لحظه برخورد هیچ چیزی را به خاطر ندارم. چوب با قدرت بسیار زیادی به صورتم برخورد کرد و بینیم را شکست. این برخورد بافت نرم مغزم را به داخل جمجمه‌ام فرستاد. بلافاصله ورم بزرگی در سرم ایجاد شد. در کسری از ثانیه دماغم شکست. در جمجمه‌ام چندین شکستگی ایجاد شد و دو حفره در چشمهایم به وجود آمد. وقتی چشمهایم را باز کردم، افرادی را دیدم که به من نگاه می کردند و با عجله برای کمک به سوی من می آمدند. پایین را نگاه کردم و متوجه لکه های قرمزی روی لباسهایم شدم. یکی از همکلاسی هایم پیراهنش را درآورد و آن را به من داد و من از آن برای بستن جریان خون دماغ شکستم استفاده کردم. کاملا شوکه و گیج بودم و اصلا نمی دانستم تا چه حد جدی صدمه دیدم. معلمم دستش را دور بازوهایم حلقه کرد و ما مسافت زیادی را در سراسر میدان و به سوی مدرسه و دفتر پرستاری رفتیم. افرادی به من کمک می کردند و من را سرپا نگه می داشتند. ما خیلی آرام به سمت دفتر پرستاری می رفتیم و کسی متوجه نبود که هر دقیقه که می گذشت بسیار حیاتی بود. وقتی به دفتر پرستاری رسیدیم، سوالاتی را از من پرسیدند. الان چه سالی است؟ جواب دادم 1998، ولی در واقع سال 2002 بود. رئیس جمهور کشور چه کسی است؟ گفتم کلینتون، در حالی که رئیس جمهور جورج بوش بود. اسم مادرت چیست؟ برای 10 ثانیه فکر کردم و خیلی عادی گفتم پتی. انگار نه انگار که 10 ثانیه طول کشیده بود تا اسم مادرم را به یاد بیاورم. این آخرین سوالی بود که به یاد دارم. بدنم قادر نبود تورم سریع مغزم را تحمل کند و قبل از اینکه آمبولانس برسد بیهوش شدم. چند دقیقه بعد من را از مدرسه بیرون بردند و به بیمارستان انتقال دادند. وضعیت من بسیار بد بود و در انجام عملکردهای اساسی مانند بلعیدن و نفس کشیدن مشکلات زیادی داشتم. اولین تشنجم را تجربه کردم و سپس نفس کشیدنم کاملا متوقف شد. دکترها با عجله اکسیژن من را تامین کردند و تشخیص دادند که بیمارستان محلی آنجا توانایی کنترل شرایط من را ندارد و تصمیم گرفتند با هلیکوپتر من را به بیمارستان بزرگتری در سینسیناتی منتقل کنند. من را از اتاق اورژانس با برانکار از پیاده روی پر از دستانداز به سوی سکوی فرود آن طرف خیابان بردند. پرستار دیگری اکسیژن من را تامین می‌کرد. مادرم که چند لحظه قبل به بیمارستان رسیده بود کنار من در هلیکوپتر نشسته بود.
او دستم را گرفته بود و من همچنان بیهوش بودم و خودم نمیتوانستم نفس بکشم. زمانی که مادرم با من سوار هلیکوپتر شده بود، پدرم به نزد برادر و خواهرم رفت تا این خبر را به آنها بدهد. او با گریه به خواهرم توضیح داده بود که آن شب نمیتوانست در مراسم فارغ التحصیلی مقطع هشتم در کنار او باشد. پدرم بعد از اینکه خواهر و برادرم را به دوستان و فامیل سپرد، به سمت سینسیناتی آمد تا نزد من و مادرم باشد. وقتی من و مادرم روی سقف بیمارستان فرود آمدیم، تیمی از تقریبا 20 دکتر و پرستار با عجله به سمت هلیکوپتر آمدند و من را به بخش تروما بردند. در آن زمان تورم مغز من چنان شدید شده بود که من تشنجات پس ضربه را تکرار می کردم. استخوان‌های شکسته من نیاز به درمان داشتند، اما شرایط من برای انجام عمل جراحی مناسب نبود. بعد از یک تشنج دیگر، سومین تشنجم در آن روز، من را در یک کمای مصنوعی قرار دادند و دستگاه تنفس مصنوعی را به من وصل کردند. والدینم قبلا هم به این بیمارستان آمده بودند. 10 سال قبل و زمانی که خواهرم در 3 سالگی مبتلا به سرطان خون تشخیص داده شده بود، آنها در همین بیمارستان بودند. آن زمان من 5 سال و برادرم تنها 6 ماهه بود. پس از 2.5 سال شیمی درمانی، بیرون کشیدن مایع مغزی نخاعی و بافت برداری مغز استخوان، خواهر کوچکم در نهایت توانست سالم و خوشحال از بیمارستان مرخص شود. و حالا بعد از 10 سال زندگی عادی، والدینم دوباره و این بار با فرزند دیگرشان به این بیمارستان آمده بودند. من در کما بودم و بیمارستان یک کشیش و یک مددکار اجتماعی را پیش والدینم فرستادند تا آنها را آرام کنند و به آنها دلداری بدهند. حالا شب شده بود و من را به وسیله ماشین‌های زنده نگه داشته بودند. والدینم با بیتابی روی تشک‌های بیمارستان خوابیده بودند. برای چند لحظه از خستگی چشم‌هایشان خواب می‌رفت و دوباره با نگرانی بیدار می‌شدند. مادرم بعدها به من گفت این یکی از بدترین شب‌هایی بود که تا به حال داشتم. بهبودی من. خدا را شکر فردای آن روز تنفس من به وضعیتی رسیده بود که پزشکان با آسایش خاطر من را از کما بیرون آوردند. وقتی در نهایت هوشیاری‌ام را به دست آوردم، متوجه شدم که توانایی بویدن را از دست دادم. پرستاری از من خواست تا فین کنم و شربت سیبی را بو بکشم. حس بویایی من برگشت، اما با کمال تعجب این کار من باعث شد تا هوا از درون شکاف کاسه چشمم عبور کند و چشم چپم بیرون بزند. تخم چشم من بیرون زده و به طور خطرناکی توسط پلک و عصب بینایی نگه داشته شده بود. چشم پزشک گفت که به تدریج با برگشت هوا دوباره چشمم در جای خودش قرار می گیرد. اما معلوم نبود این کار چقدر طول می کشد. قرار شد 1 هفته بعد من را عمل کنند و این به من اجازه می داد تا زمان بیشتری را برای بهبودی در اختیار داشته باشم. گویی در یک مسابقه بوکس به شدت آسیب دیده باشم. اما به من اجازه دادند تا از بیمارستان مرخص شوم. من با دماغی شکسته، چندین شکستگی در صورت و چشم چپ بیرون زده به خانه برگشتم. ماه‌های بعدی واقعاً سخت بودند. به نظر می رسید همه چیز در زندگی من متوقف شده بود. چند هفته دوبینی داشتم و نمی توانستم به درستی ببینم. سرانجام و بعد از بیش از 1 ماه تخم چشمم به حالت عادی خودش برگشت. در حالی که مشکلات تشنجی و بینایی داشتم، 8 ماه گذشت تا دوباره توانستم رانندگی کنم. در فیزیوتراپی الگوهای حرکتی اولیه مانند راه رفتن در یک خط مستقیم را تمرین کردم. من مصمم بودم تا اجازه ندهم این اتفاق من را از پای در بیاورد. اما لحظاتی هم بود که احساس افسردگی می کردم و سراسیمه می شدم. وقتی 1 سال بعد به زمین بیسبال بازگشتم، متوجه شدم که چقدر دور افتادم. بیسبال همیشه بخش مهمی از زندگی من بود. پدرم در لیگ فرعی بیسبال برای تیم لوئیس کاردینالز بازی کرده بود و من هم آرزوی بازی در سطح حرفه‌ای را داشتم.
پس از چند ماه توانبخشی، چیزی که بیشتر از هر چیزی میخواستم بازگشت به میدان بیسبال بود. اما بازگشت من به بیسبال آنقدر آسان نبود. وقتی فصل رقابت‌ها شروع شده بود، من تنها دانش آموز سال سوم بودم که از تیم بیسبال مدرسه خط خوردم. من را فرستادن تا با سال دومی‌ها بازی کنم. من از 4 سالگی بازی کرده بودم و برای کسی که زمان و تلاش زیادی را روی این ورزش گذاشته بود، خط خوردن از تیم تحقیرآمیز بود. کاملاً آن روز را به خاطر دارم. توی ماشین نشسته بودم و به دنبال آهنگی میگشتم که حالم را بهتر کند. بعد از 1 سال عدم اعتماد به نفس داشتن و به عنوان دانش آموز سال آخر توانستم وارد تیم مدرسه شوم و این کار را واقعاً در زمین بیسبال انجام دادم. علی‌رغم دوران بازی ملالت‌آور دبیرستان، هنوز باور داشتم که میتوانم یک بازیکن عالی باشم. و می دانستم که تنها خودم می توانم شرایطم را بهتر کنم. نقطه عطف من 2 سال بعد و زمانی بود که وارد دانشگاه شدم. این یک شروع جدید بود و برای اولین بار متوجه نیروی شگفت‌انگیز عادت‌های کوچک شدم. چگونه درباره عادت‌ها یاد گرفتم؟ رفتن به دانشگاه یکی از بهترین تصمیم‌های زندگی من بود. من عضو تیم بیسبال آنجا شدم و گرچه به عنوان دانشجوی سال اول در آخر لیست بودم، اما بسیار هیجان زده بودم. برخلاف سالهای بعد دوران دبیرستانم، توانستم در دانشگاه به یک ورزشکار تبدیل شوم. قرار نبود که من خیلی زود کارم را در تیم بیسبال شروع کنم و بنابراین روی نظم دادن به زندگی تمرکز کردم. در حالی که همتایان من دیر بیدار می شدند و بازی های ویدیویی انجام می دادند، من عادت های خوب و زود خوابیدن را در خودم ایجاد کردم. در دنیای شرخته خوابگاه دانشگاه، من عادتی را در خودم ایجاد کردم تا اتاقم همیشه تمیز و مرتب باشد. اینها تغییرات کوچکی بودند، اما حس کنترل زندگی را به من دادند. دوباره اعتماد به نفسم را به دست آوردم. تأثیرات این عادت‌های به ظاهر کوچک در کلاس درس هم خودش را نشان داد. من عادت‌های مطالعه خودم را بهتر کردم و توانستم در اولین سال تحصیلم شاگرد اول شوم. عادت یک روال یا رفتاری است که به طور مرتب و در بسیاری موارد به طور خودکار انجام می‌شود. با گذشت هر ترم من عادت‌های کوچک اما پیوسته‌ای را در خودم ایجاد کردم و در نهایت به نتایجی رسیدم که در ابتدای شروع هرگز تصورشان را هم نمی‌کردم. برای مثال، برای اولین بار در زندگیم عادتی را در خودم به وجود آوردم تا در هفته چند بار باشگاه بروم و در سالهای بعدی با قد 195 سانتیمتری از وزن 70 کیلوگرم به 90 کیلوگرم رسیدم. وقتی فصل سال دومی فرا رسید، من نقش شروع کننده ضربه را به دست آوردم. در سال سوم به عنوان کاپیتان تیم و در پایان سال به عنوان یکی از اعضای تیم برتر انتخاب شدم. اما در سال پایانی دانشگاه بود که عادت‌های خوابیدن، عادت‌های مطالعه و عادت‌های افزایش قدرتم نتایج خودشان را نشان دادند. 6 سال بعد از برخورد آن چوب بیسبال به صورتم، انتقالم به بیمارستان و رفتم به کما به عنوان برترین ورزشکار مرد دانشگاه انتخاب شدم و نامزد حضور در تیم بهترین های دانشگاهی آمریکا شدم. این افتخاری است که در کل کشور تنها به 33 بازیکن داده می شود. در زمان فارغ التحصیلی نام من در کتاب رکوردهای دانشگاه در 8 دسته‌بندی مختلف ذکر شده بود. در همان سال بالاترین افتخار آکادمی دانشگاه را دریافت کردم. امیدوارم مرا ببخشید که به نظر دارم خودستایی می کنم. اگر راستش را بخواهید، هیچ چیز افسانه‌ای در مورد دوران ورزشی من وجود ندارد. من هرگز نتوانستم در سطح حرفه‌ای بازی کنم. با این حال، حالا که به سالهای گذشته نگاه می کنم، می بینم به دستاوردهای بزرگی رسیدم. من توانایی های خودم را نشان دادم و باور دارم که مفاهیم این کتاب می تواند باعث بروز توانایی های شما هم شود.
ما همه در زندگی با چالش‌های روبرو هستیم. برخورد چوب بیسبال به صورتم و آن آسیب‌ها یکی از چالش‌های من بود و این تجربه درس بسیار مهمی را به من آموخت. اگر شما مایل باشید تا تغییراتی را که در ابتدا به نظر کوچک و بی اهمیت هستند برای سالها ادامه دهید، در نهایت شما را به نتایج قابل توجهی می رسانند. ما همه در زندگی با شکست‌های مواجه می شویم، اما در نهایت کیفیت زندگی ما اغلب بر اساس کیفیت عادت‌های من است. اگر همان عادت‌های قبلی را داشته باشید، به همان نتایج قبلی می رسید. اما با عادت‌های بهتر هر چیزی ممکن است. شاید افرادی باشند که یک شبه به موفقیت‌های باور نکردنی رسیده باشند. اما من چنین فردی را نمی شناسم و مطمئناً من یکی از آنها نیستم. بین رفتن من به کمای مصنوعی و نامزد شدنم برای تیم بهترین های دانشگاهی آمریکا نه یک لحظه بلکه لحظات تعیین کننده‌ای وجود داشت. این یک تکامل تدریجی و مجموعه طولانی از پیروزی های کوچک و پیشرفت های بسیار اندک بود. تنها روش پیشرفت من، تنها انتخابی که داشتم این بود که شروع های کوچکی داشته باشم. و چند سال بعد وقتی کار خودم را شروع کردم و شروع به نوشتن این کتاب کردم، دوباره از همین استراتژی بهره بردم. چگونه و چرا این کتاب را نوشتم؟ در نوامبر 2012 شروع به نوشتن مقاله هایی کردم. من برای سالها یادداشت‌هایی را در مورد تجربه‌های شخصی خودم در مورد قدرت عادت‌ها جمع‌آوری کرده بودم و آماده بودم تا برخی از آنها را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم. من دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها مقاله جدیدی را روی سایت قرار می‌دادم. در کمتر از چند ماه این عادت ساده نوشتن باعث شد تا بیش از 1000 مشترک ایمیلی داشته باشم. و در پایان سال 2013 این تعداد به بیش از 30,000 نفر رسید. در سال 2014 لیست مشترک ها به بیش از 100,000 نفر رسید و آن را به یکی از خبرنامه های تبدیل کرد که سریع ترین رشد را داشتند. دو سال قبل‌تر وقتی شروع به نوشتن کردم، احساس می کردم من را فردی دغل‌باز می دانند. اما حالا من را به عنوان یکی از متخصص عادت‌ها می‌دانستند. این عنوان باعث هیجان و در عین حال معذب شدن من می‌شد. در سال 2015 آن لیست به 200,000 مشترک ایمیلی رسید و با انتشاراتی قراردادی را امضا کردم تا شروع به نوشتن کتابی کنم که شما در حال خواندن آن هستید. با بیشتر شدن مخاطبانم، موقعیت‌های تجاری من هم بیشتر شدند. مدام از من می‌خواستند تا در شرکت‌های برتر درباره علم ایجاد عادت، تغییر رفتار و پیشرفت‌های مداوم سخنرانی داشته باشم. من به جایی رسیده بودم که سخنرانی‌های مهمی را در ایالات متحده و اروپا انجام می‌دادم. در سال 2016 مقاله های من به طور منظم در نشریه های مهمی مانند تایم و کارآفرین منتشر می شدند. در آن سال به طور باور نکردنی 8 میلیون نفر نوشته های من را خواندند. مربی های تیم های لیگ ملی فوتبال، لیگ حرفه‌ای بسکتبال و لیگ فرعی بیسبال نوشته های من را می خواندند و آنها را با تیم هایشان به اشتراک می گذاشتند. در آغاز سال 2017 من آکادمی عادات را راه اندازی کردم که یک پلتفرم آموزش عالی برای سازمان‌ها و افرادی است که علاقه‌مند به ایجاد عادات بهتر در زندگی و کار هستند. رهبران 500 شرکت بزرگ و استارتاپ‌های در حال رشد نام‌نویسی کردند و کارکنان خودشان را آموزش دادند. در کل بیش از 10,000 رهبر، مدیر، مربی و معلم از آکادمی عادات فارغ التحصیل شدند و کار با آنها واقعا به من یاد داده است که برای اینکه عادت‌ها در دنیای واقعی مؤثر واقع شوند به چه چیزی نیاز است. اکنون که در سال 2018 در حال تمام کردن این کتاب هستم،
سایت در ماه میلیون ها بازدید کننده و تقریبا 500 هزار مشترک هفتگی دارد. این عدد بسیار بزرگتر از انتظارات من در شروع کار بود. این کتاب چگونه به شما کمک می کند؟ یک کارآفرین و سرمایه گذار می گوید برای اینکه یک کتاب خوب بنویسید باید اول کتاب شوید. من ایده این کتاب را یاد گرفتم زیرا مجبور بودم با آنها زندگی کنم. من باید عادتهای کوچکی را در خودم به وجود می آوردم تا بتوانم از آسیب دیدگیم ریکاوری کنم. در باشگاه قوی تر باشم، در زمین عملکرد سطح بالایی داشته باشم، نویسنده شوم، یک تجارت موفق داشته باشم و بتوانم یک انسان بالغ مسئولیت پذیر باشم. عادتهای کوچک به من کمک کردند تا توانایی هایم را نشان دهم. و از آنجایی که شما این کتاب را انتخاب کرده اید، حدس می زنم که شما هم می خواهید توانایی های خودتان را نشان دهید. در فصل های پیش رو، من یک برنامه قدم به قدم را برای ایجاد عادت های بهتر و نه عادت هایی برای چند روز یا چند هفته، بلکه برای تمام عمر با شما در میان خواهم گذاشت. در حالی که علم تمام نوشته های من را تایید می کند، اما این کتاب نه یک مقاله پژوهشی علمی بلکه یک راهنمای عملیاتی است. من علم چگونگی ایجاد و تغییر عادت ها را به روشی آسان برای درک و اجرا برای شما توضیح می دهم. زمینه های زیست شناسی، علم عصب شناسی، فلسفه، روانشناسی و غیره برای سالهای زیادی وجود داشتند. آنچه که من به شما ارائه می دهم ترکیبی از بهترین ایده های افراد باهوش و همچنین گیراترین کشفیات اخیر دانشمندان است. هدف من این است تا بتوانم بهترین ایده ها را پیدا کنم و آنها را به شیوه عملی پیوند دهم. مهمترین بخش این کتاب مدل 4 مرحله‌ای عادت‌ها، محرک، اشتیاق، پاسخ و پاداش و 4 قانون تغییر رفتار است که از این مراحل تکامل می‌یابند. خوانندگان با پیشینه روانشناختی ممکن است برخی از این اصطلاحات را تشخیص دهند که برای اولین بار با عنوان محرک، پاسخ و پاداش توسط بی‌اف اسکینر در دهه 1930 پیشنهاد شده بود و اخیراً با عنوان محرک، روال و پاداش در کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دوهینگ مورد استفاده قرار گرفته است. دانشمندان رفتاری مانند اسکینر متوجه شدند که اگر شما پاداش یا مجازات درست را ارائه دهید، می توانید مردم را به رفتار کردن به شیوهی خاص وادارید. اما در حالی که اسکینر بسیار خوب توضیح داد که چگونه محرک‌های خارجی بر عادت‌های ما تأثیر می‌گذارند، اما نتوانست به خوبی توضیح دهد که چگونه افکار، احساسات و باورهای ما بر رفتارمان تأثیر می‌گذارند. حالت‌های درونی، خلق و خو و احساسات ما نیز مهم هستند. در دهه‌های اخیر دانشمندان شروع به تعیین ارتباط بین افکار، احساسات و رفتار ما کردند. در این کتاب این تحقیقات نیز پوشش داده شده است. در مجموع چارچوب ارائه شده من مدل یک پارچه از علوم شناختی و رفتاری است. من بر این باورم که این یکی از اولین مدل‌های رفتاری انسان است که به طور دقیقی هم تأثیر محرک‌های بیرونی و هم احساسات درونی بر عادت‌های ما را توضیح می‌دهد. در حالی که شاید برخی از اصطلاحات این کتاب برایتان آشنا باشند، اما اطمینان دارم که جزئیات و کاربرد 4 قانون تغییر رفتار راهی جدید برای فکر کردن درباره عادت‌های شما را فراهم می‌کند. رفتار انسان همیشه در حال تغییر است. وضعیت به وضعیت، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. اما این کتاب در مورد آنچه است که تغییر نمی کند. این مربوط به مبانی رفتار انسان است. اصول پایداری که می توانید برای سالها به آنها تکیه کنید. ایده هایی که می توانید با آنها تجارت، خانواده و زندگی را بسازید. نمی توان گفت یک روش درست برای ایجاد عادت‌های بهتر وجود دارد.
اما این کتاب بهترین روشی را توصیف می کند که من می شناسم. روی کردی بدون در نظر گرفتن اینکه از کجا شروع کرده اید و یا اینکه می خواهید چه چیزی را تغییر دهید. استراتژی هایی که در این کتاب توضیح دادم برای تمام افرادی مفید است که به دنبال یک سیستم گام به گام برای بهبود هستند. خواه اهداف شما روی سلامت، پول، بهره‌وری، روابط و یا همه این موارد متمرکز شده باشند. تا زمانی که رفتار انسان وجود داشته باشد، این کتاب راهنمای شما خواهد بود. مرسی که تا پایان پادکست همراه من بودید. لطفاً اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، برای دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید تا ما بهتر دیده بشیم، و اگر پیشنهاد و انتقادی دارید لطفاً توی کامنت ها برای من بنویسید.